به نام خدا، سلام احترام خدمت همه شما عزیزان. امیدوار هستم که هر گوشه ای که از دنیا قرار دارین خوب و صحتمند و سر حال باشین. چینل وست گیمینگ و الهام دوباره در خدمتتان هستم و قسمی که در سای گذشته کار کرده بودیم، آخرین جلسه ما درباره لستا بود و لستا را تمامش کار کردیم با هم و دیدیم که لستا یکی از بخش های عمده و یکی از اساسی ترین بخش پایتون می باشه. خب میریم این درسی ای هفته ما به طرف دوباره یک بخشی از لستا، هم شکل و یا تقریبا مشابه به شکلها به نام توپل، که تفاوت عمدهشان فقط فرقشان همی است که همراه با توپل ما میتونیم که لستا خوب قابلیت ایره داشت که ما اپدیت بسازیم دیتای خود را داخل دیت لست. هر آن چیزی را که ما داشتیم ما میتونستیم اپدیت بسازیم، مثلا هر آن دیتایی که داخلش هست ما میتونستیم در تغییر ایجاد کنیم، دیتای جدید اضافه کنیم. اما توپلز فقط همی که یک بار او را ساختیم، خب تنها ای که هم کود ابتدایی خود تغییر بتیم، دیگر راهی به اپدیت کردن و مثلا بخوایم که یک چیز دیتای نو داخلش اضافه کنیم وجود نداره. تفاوتشون فقط همیست. خب میریم به طرف کار کردن داخل یک مثال تا به خاطر کسی که خوبتر و بهتر و بهترتر درک کنه. خب من میریم به طرف یک لست میسونم به نام شاپینگ لست. خب دوستان، یک چیزی که نگفته نباید گذاشته، به خاطر از این که وقتی که در کود نویسی شکلشان برای شما کسی نمی، مثلا شما نمیتونین که تشخیص بتین که لست کدام است توپل کدام است، به خاطر از این تنها تفاوت عمدهشان وقت در سینتکس ایشان ای است که وقتی که شما میخواین شناسایی کنین، ببینین که در توپل شما از برکت یعنی از قوس کوچک استفاده میکنین و در لستا اگر بیاد داشته باشین ما از قوس متوسط استفاده میکنیم. به این شکل از این قوس. خب تفاوت سینتکسشان همی است که شما میتونین توسط هزی ببینین که توپل است و یا ای هم که لست است. خب قسمی که ما براتون گفتم، خب شما میتونین داخل لستتان هر آن موضوعی را که بخواسته باشین، مثل داخل تاپلتان هم میتونین که از اعداد اعشاری، اعداد صحیح، از کاراکترها، از تمامش میتونین که داخل ازی هم استفاده کنین. اما خوبتر این میایه که بخاطر ازی که منظمتر باشه کودنگتان، میتونین که از یک بخش مثلا از اعداد صحیح و یا ما از کاراکتر استفاده کنیم. خب ما میرم از کاراکتر استفاده میکنم. خب میرم لیست اول خریداری ما را مثلا من نوشتم میکنم که برید. خب از یک کاما جدایشان میکنیم. یک فایل باید جور کنم بخاطر که shopping list. بله، مثال اولی ما هم از bread، دومی ما را هم میتیم برش، دومی ما هم باشه مثلا milk. بله و یکی دیگام اضافه میکنیم. میریم به طرف مثلا باتر. بله میریم اینجا پرنت میکنیم، پرنت ما هم باشه شاپینگ لست ما. میریم داخل کرنت فایل. خب وقتی که رن کنیم باید با ما هر سه از یارا نشان بده و قسمی که میبینین تمامشون به ما نشان داد، لست ما هم که از تکمیل است. خب شما هم میتونین که کاملا مثل لستا به همو اندیکسی که ما میخواستیم که دسترسی پیدا کنیم و یا تنها همو را ببینیم، میتونین همو قسم بازم ببینیم. خب
به خاطر از این کار خب ما اول انتخاب میکنم. به نظر شما دیجا باید به ما کدام دیتای ما را که داخل شاپینگ لیست ما هست نشان بده؟ خب از یک ما انتخاب کردیم برید، باید برید نشان بده، اما برید ما به ما نشان نمیده به خاطر که براتون گفته بودم که در برنامه پروگرام نویسی پایتون ایندیکس ما از صفرم شروع میشه، یعنی که از صفر صفر یک دو. وقتی که ما به زبان عادی بخوانیم صفر کسی حساب صفر حساب نمیگیریم، خب یک دو سه میگیم مستقیم، اما داخل تاپالس و داخل لست ایندیکس ما از صفر شروع میشه، ایندیکس صفرم، ایندیکس اول و هم ایندیکس سوم. خب وقتی که ما بخوایم مثلا کاملا مثل لستا وقتی که ما مثلا بخوایم که دومش هم نشان بدیم بای کار میگیریم، خب دوم اینجا میفهمیم که ایندیکس دوم ایندیکس دیتای سومی ما را میگیره، به این خاطر خود دو شامل نمیشه، فقط صفرم و اول، یعنی مقدار دوم، دو مقدار نشان میدیم. ببینید وقتی که رن کنیم باید با ما برید و مل کرد تنها نشان بده، قسمی که میبینین فقط و فقط برید و مل کرد با ما نشان میده. خب یادتان باشه ما میتونستیم که لستای خود داخل اپدیت بسازیم داخل پایتون، میتونستیم که لستایی را که مثلا ما داشتیم ما اپدیت بسازیم. مثلا من میخوایم که در شاپینگ لست یکی از دیتاهای ما را اپدیت بسازم. مثلا من دوباره نوشته میکنم که شاپینگ لست، از بین شاپینگ لست ما مثلا من میخوام که ایندیکس اول، بله ایندیکس اول خودم من میخوام که اپدیت کنم، کاملا مثل ازی که ما میرفتیم داخل لستا و ما میتونستیم که از این طریق اپدیت بسازیم، یعنی جایگزین دیتای گذشته خود و دیتای نو که جایگزینش هست تبدیل کنیم، یعنی را جایگزین بسازیم، ریپلیس بسازیم با اورا. مثلا من اینجا میخوام مثلا بجای برید واتر بیایم با ما، بجای ازی با ما واتر نشان بده. ببینین پیش ازی که با ما رن کنیم ببینین اندرلاین گرفته ایجا و گفته که بر تو پر شما نشان میده که ای اشتباه است. خب میریم رن میکنیم ببینین که با ما خود زبان برنامه نویسی پایتون ما به ما میگه که Tuple object does not support item assignment. ببینین بخاطر از این که جایگزینی و یا اپدیت کردن دوباره داخل پایتون اجازه نیست، اینجا به ما ایرور داده، یعنی که به ما قابلیت اپدیت از این دیتا را ما نداریم. بسیار به شکل ساده، بسیار به شکل خوبتر میتونین که ببینین که در تاپال اضافه کردن جایگزینی ریپلیس وجود نداره. اسمی که براتون گفتم ای اسایمنت یعنی تکمیل نیست، یعنی کماند ما اجرا شدنی داخل تاپال نیست، قابلیت اپدیت ما داخل ازی نداریم. پس کاملا اشتباه است. خود برنامه نویسی پایتون پیش از پیش به ما نشان داده بود، اندرلاین کرده بود که قابل اپدیت نیست، بیادر ایره پاک. توپولز فکر کنم که توپولز کلام چیز اضافه دیگه نداره. خب توپولز هم ما همجه ختم میکنیم و میریم به طرف بعدی.
یک فایل جدید می سازیم با نام functions. خب میریم به طرف توابع. توابع هم تکه ای از خب براتون بگویم بخش یک بخش خلاصه از پروگرام نویسی کد های نوشته شده است که به خاطر از اینکه مثلا شما میخواین یک لیستی از مثلا بعض وقتا شما می داشته باشین یک لیستی از تعداد از شاگردایتان و یا هم از کارمندایتان و یا هر آن چیزی که هست، مثلا از کارمندایتان شما هست، شما می خواهید که به هر کارمندتان و هر شاگردی که شما داخل از این لیست دارین یک مقدار و یا هم فیصدی نمرات مثلا برشان علاوه کنین، به خاطر از این که شما مثلا از زیای وقتتان جلوگیری شود، به خاطر از این که شما مثلا به هر شاگردی که شما دارین برای هر کدام از یا کود نویسی نکنین، مثلا با یکشان کود نویسی کنین، امور را به تابع تغییر بتین و میتونین که باز همون تابع را برای هر آن کدامشان بخواین اساین کنین. فقط باز هر تغییراتی را که شما بیارین بسیار ساده میشه، مثلا هم کودایی که در ابتدا نوشته کردین شما از تکرار از او جلوگیری میکنین. خب فانکشن هم تقریبا همی وظیفه شان است و از تکرار کود نویسی به شما جلوگیری میکنن و توابع بسیار درس کاربرد خیلی زیاد داره و بسیار کارآمد است داخل پایتون. فقط ما براتون فقط به خاطر از اینکه مثلا یک تابع را شما بسازین میفهمین، میتونین از کلمه دف که داخل پایتون قبل از قبل نامگذاری شده استفاده کنین. خب دف مثلا ما براتون دف یک جور میکنیم، مثلا نوشته میکنیم که Say hello. Say hello. یادتون باشه که برش پارانتیز بگیرین و امرو با دو نقطه که بسته میشه. خب ما فعلا که داخل فانکشن خود یا داخل تابع خود هستیم. به این خاطر میبینین از اینجا تا به اینجا چهار فاصله گرفته و همه ایره برتون در درسای گذاشته یک تب گرفته. یعنی که ما فعلا هر آن کودی را که نوشته کنیم و یا هر آن چیزی را که علاوه بسازیم تمامش میره داخل سی هلو، داخل همی تابعی را که ما ساختیم. مثلا من اینجا براتون نوشتم میکنم که پرنت، ولی خب دو نقطه پرنت پرنت کنه هلو. هلو دیر و یک پرنس دو گام میگیریم خیلیش دو باشد. یک بار دیگر با ما پرنس کنم مثلا Hello dear, I am here. I am here. یعنی ما اینجا هستم. بله. خب وقتی که بخوایم این را رن کنیم فعلا به ما هیچ چیزی را نشان نمیده. ببینین وقتی که رن میکنیم، خب کرنت فایل هم انتخاب میکنم، ببینین وقتی که رن کنیم به ما سیستم خالی نشان میده، یعنی که هیچ چیزی به نشان دادن نیست. ما اینجا فقط تعیین کردیم که Hello dear و I'm here داخل تابع ما هست، یعنی شامل تابع ما میشه. فقط اینجا کماند پرنت ما نشان دهنده از این نیست که ما مثلا نمایش بده هایم ایر یا هلو دویر. فقط اینجا برش مشخص داختیم که هر آن وقتی که ما از تابع از کلمه پرنت سی هلو باید مشخص بسازیم که مثلا اینمی تابع ما را به ما نشان بده، پرنت کو باز دو صورت به ما نشان میده. خب ما ببینین اینجا ما وقتی که انتر میکنم ما دوباره شامل داخل سی هلو هستیم. خب اینجا باید یک بک اسپیس بزنیم خاطر از اینکه ما را از فانکشن سی هلو خارج بسازم. خب حالا از ما از کلمه پرنت استفاده میکنم. بله پرنت استفاده میکنم. بله خب دوباره و
و حال ما برش تعیین میکنم که برش میگم که فنکشن ما را هم به ما نمایش بده، یعنی فنکشن ما را هم به ما چاپ کن. خب سی هلو ببینین، کاملا مثل کامندایی که داخل پیش از پیش داخل پایتون به ما وجود داره، که ما مثلا هم سینتکس هایی که پیش از پیش تعیین شده است که مثلا حرف اولشان رو ناشتا میکنیم تمامش به ما میگه، فنکشن های ما هم همو چیز. ببینین وقتی که ما اس ای را نوشته کردم، سی هلو را اتومات خودش به ما پیشنهاد داد که یعنی این می رقم یک سینتکس شب تو از پیش از پیش تعیین که ساختی و تو میتونی ازش استفاده کنی. خب ما یک انتر میکنم، ای را هم به ما انتخاب میکنه. خب و وقتی که رن کنیم ببینین که به ما همه اردوش نمایش داد، یعنی به ما ایره، ما مثلا ما ضرورت بر ازی نداریم که مثلا نوشته کنیم کد جداگانه که say I am here, say hello، بر از اینا هیچ ضرورتی نیست. فقط تو سینتکس ایره که انتخاب کردیم همو را میگیریم و چاپ میکنیم. قسمی که دیدین به ما ایره نشان داد say hello. خب من میرم برش یک چیز دیگر هم اضافه میکنم. خب اینجا مثلا داخل از این من یک چیز دیگر هم میسازم به نام نیم. خب یعنی که یک متغیر دیگر هم شامل ساختم به نام نیم. خب از داخل از این میبرایم نیم. پرس نیم ها مثلا مساوی میشه با الهام. خب پرس نیم ما هم شد الهام. خب میریم در بخش پرنت ما، ایجه ایره هم علاوه میکنیم، یک پلاس میتیم با باج پلاس نیم هم نیم هم به خود بگیره. وقتی که ایره هم اضافه کردیم، خب میریم به طرف ازی که خب ایجا یک اشتباه ما شده از پیش میره، باید دابین دابل کوتیشن بگیریم که نگرفته بودم به خاطر که از نال کرکتر است. یادمون باشه که همیشه از کرکترهایی را که استفاده میکنیم داخل دابل کوتیشن اتمن بتیم به خاطر ازی که قبول نمیکنه باز پایتون و برنامه ما را. خب میریم به طرف رن، ایره وقتی که رن کنیم ببینیم که ارور به ما داد. نمیفهم که چرا ایرور داد. گفته say hello missing one required potential agreement name. گفته که نیم ما را به خاطر یک تریس میگیریم از کود ما. به نظرتون مشکل چی باشه؟ مشکل ای است که در فنکشن ما اینجا اضافه نکردیم که مثلا چی را به ما پرنت کنه. اینجا یک فرست نیم یک علاوه میکنیم و حالا رن میکنیم. خب وقتی که رن کردیم ببینیم که دوباره هلو دیر الهام. خب یک فاصله هم میتونم که خوب تر بیاد هلو دیر الهام. خب ایم اضافه شد. خب اگر بخوایم که ما مثلا یک دیتای دیگه هم مثلا داخل از اضافه کنیم همراه با ازی، مثلا بخوایم که سن سال ما را اضافه کنیم، خب همراه با کامه اضافه میکنیم. مثلا من نوشتم میکنم که age سن ما را،
اینجا سن سال ما را هم با ما نشان بده. فقط جمعه یک از ایج استفاده میکنیم. خب ایج ما هم مصابی میشه، مثلا من نوشتم میکنیم که 24. خب ایج ما هم 24. خب دوباره رن میکنیم اما ایرور میده. چرا ایرور میده؟ به خاطر ازی که ما در تابع خود ایج سنه ایج اضافه نکرده بودیم. خب ایج یک فاصله هم میتم. خب ایج هم بر ما نشان داد. خب ایج هم اضافه میکنیم. خب به خاطر ای کار، خب ما یک فقط ایجا، خب ایج ما را هم نشان داد. خب ما یک نوشته میکنم که you are فاصله پلاس مثالی که هست پلاس ایج، یعنی به ما ایجا نشان بده که شما هستین. Hello dear نامی را که براش تعیین میکنیم و همچنان بعد از او you are به اینی سن سال که هستین. ما ایجا مشخص کردیم. گرفت و میریم ببینیم. خب با ما نشان میشه Hello dear الهام و you are 24. شما هستین 24 ساله. بسیار ساده، بسیار خوبتر. امیدوارستم که ایره فهمیده باشین. خب به این خاطر مثلا ما ایجا شروع ایره دبل کوتیشن ایره هم از نوع کرکتر میخونه. خب وقتی که ما ایره نباید مثلا داخل اعداد خود داخل کوتیشن بگیریم، چطور بتونیم میره تغییر بدیم؟ خب میایم اینجا ایج ما را str از نوع string با ایج ما از نوع string تعیین میکنیم. خب درست شد؟ بله. ایج ما را نوعیتش string براش گذاشتیم. اگر string نمیگذاشتیم اینجا ایرور به ما میداد. ببینید ما یک بار پاک میکنه میره. ببینید پیش از پیش با ما ایرور را نشان داد، اندرلاینش کرد. ببینید که با ما گفت که only string، فقط و فقط با ما میتونیم مثلا از ایج ما را string بدیم. به این خاطر خب ایج را پاک میکنیم، string ما را تعیین میکنیم. یادتون باشه که همیشه داخل براکت نوشته کنید. بله. خب حال ران میکنیم. ببینید از این کوتیشن برشتیم، او پیشتر براتون کار کردیم، او از نوع کرکتر بالا حالا میره از نوع سترینگ هاش استفاده میکنم، نوع اصنویت اصلی دیتا. ببینید و ما ایرور نداد، ایج ما را هیچ کدام مشکلی یعنی نداره و با ما برنامه ما کاملا بدون کدام مشکل ران میشه. ببینید که you are 24، شما 24 ساله هستین. خب میریم به طرف مثال دوم. ما یک میخوایم که یک تابع دیگه هم براتون بسازم. خب میریم به طرف یک تابع دوم. خب من ایره پاک میکنم، فرست نیم میگه پارم. خب میزنیم دوباره دف یک تابع دیگه و این بار ما میخوایم که نمبر مثلا جمع کنه، دو نمبر رو با یک دیگه علاوه کنه و یک عدد دیگه رو براتون میخوایم نشان بتم که دو براتون نمایش بده، یک متحول دیگر البته. خب من نوشته میکنم که add numbers. خب بله از تابع add numbers استفاده میکنیم bracket که چی کنم، مثلا a و دو متحول داشته باشه، a و b. خب ای را بسته میکنیم. خب بله. خب داخل ازی ما یک متحول سیومی را معرفی میکنم
که سی می باشه. خب سی ما مساوی می شود، سی مساوی به ای شود که ای ما را جمع بی بسازه. بله، ای را جمع بی بسازه و از کلمه return استفاده میکنیم. خب return ما به خاطر ازی استفاده میکنم، return سی، یعنی در عدد سی، یعنی وقتی که ای را جمع بی کرد با متحول سی ذخیرش بسازه. اگر این کار نکنیم با ما مثلا هم هرور میتوه و هم شاید بر ما که هیچ چیزی پرنت نکنه. خب و در آخر، خب اینجا هم ما یک متحول آخری با اون رو نامه سازیم که به نام result به نام نتیجه، یعنی نتیجه ما را نشان بده. خب ما اولتر از امی که مثال اولی را پاک میکنم، بله تابع اولی ما را پاک میکنم. خب و ما یک result بده، result ما مساوی بر ازی میشه که add numbers. ببینیم که تابعی را که ما ساختیم خودش اوتومات با ما آمد. خب بله، ایجه هم ما براتون، خب از داخل چی میگن، از داخل تابع اولی، از داخل فانکشن اولی ما خارج شدیم. ببینیم که 4.1 تب از بین بردیم. خب میریم مثلا نامگذاری میکنیم که نمبر اول ما، نمبر اول ما مثلا مساوی میشه با 40. خب نمبر دوم ما هم مساوی میشه با 20. 20 هر عددی که شما بتونید بتین فرق نمیکنه، اون با اختیار شماست و هر نمبری که بتین. خب ما این نمبر را برازی دادم. خب اد نمبر اینجا برش باید مشخص کنم که نمبر اول ما و نمبر دوم ما. خب بله، وقتی که ما برنامه خود را پرینت کنیم، فعلا نباید هیچ چیزی برنامه ما را رن نکنم، فقط خالی. اینجا برش نوشته میکنیم که print چی را به ما print کنه؟ result را به ما باید print کنه، به ما result را که ما نامگذاری کردیم این را به ما باید print کنه. خب وقتی که run میکنیم یادتان باشه که function اولی را فعلا در داخل print ما نگرفتیم، این را به ما نشان نمیده. تابع اولی را که ما ساختیم فعلا در مرحله نمایش نیست، یعنی به ما چاپ نمیکنه. خب میریم ران میکنیم، ببینین 40 جمع 20 60 باید شوه. قسمی که دیدین 60. خب میتونین که شما هر آن نمبری را که تغییر آن بدین. خب من اینجا مثلا 100 نوشتم میکنم. خب دوباره ران میکنم، ببینین که 120 مثلا 1000. هر آن مقداری را که شما بدین با شما با زودترین فرصت نشان میده. خب به این خاطر ای ببینین که ما میتونیم مثلا ما اگر ریتون زیرو رو از بین ببرم، ریتون زیرو من میگم ریتون سی را، ببینین که نان، یعنی هیچ امی دو عددی را که ما برش نامگذاری کردیم، مثلا دو عددی را که برش قیمت دادیم، ای را هیچ ما مشخص نساختیم که کجا ذخیره شوه. خب باید ای را برش مشخص بسازیم که از کلمه return سی، بخاطر از این که سی را ما خود سی را تعیین کردیم که سی ای باشه که ای جمع بی وقتی که شد، باز ایجا برش در return ما برش میسازیم که وقتی که دو عدد را جمع کرد دوباره بالای سی ذخیره کنه، یعنی قیمت متحول سی ما از مجموع ای جمع بی تعیین میشه. و اگر ایران دیجیتون سی ندیم با ما ببینیم که اموجه نن، یعنی خالی. خب دوباره رن میکنیم، ببینیم که 1100 با ما نمایش داده شد. 1100. خب ای هم از دو مثال از بخش فانکشن که مثال های خیلی خوب و خیلی ساده بود که بخاطر از این که بهتر و بهتر بفهمین
مثلا یک مرور میکنیم، میریم میبینیم که اول ما یک تابعی ساختیم به نام سی هلو، بعد از او باز ما برشان یک متحول دیگه به نام دو متحول برشان ساختم، مثلا هلو دیر و آیم هیر برش ساختم، و بعد از او ما بر از او نامم اضافه کردیم، ببینیم که یک پلاس داریم که یعنی نامم هم اضافه کنه، و بعد از او متحول دوم ما را که به نام ایج از او را هم ساختیم، و ایج یک قسمی که دیدین ایج هم برش اضافه ساختیم، و اول از نوع کرکتر بود ایج ما که داخل دول کوتیشن داده بودیم و برتان یا گداوری کرد. من این کار را به خاطر ازی کردم که شما این همیشه یادتان بانه که ایج باید از نوع عدد مثلا بگیریم، عدد ما نه مثلا از نوع کرکتر نباید باشه، از نوع سترینگ باشه. فقط به خاطر ازی که به یادتان بانه من این کار را کردم. خب ایج هم اضافه کردیم و آمدیم مثلا به مثال دوم ما که فقط در مرحله بالا 3-4 عملیه را برتان انجام دادیم. خب در مرحله پایین هم برتان مثال دوم ما که فنکشن دوم ما بود، ایج خواستیم دو مقدار علاوه کردیم به یک دیگه و داخل یک مقدار ذخیره کردیم و دوباره او را به یک دوباره به نام یک متحول ما به نام result که همیشان با هم دیگه جمع ساخت و در نتیجه ما پرینت ساختیم result و قسمی که دیدین 1001. خب هر عددی که برتان گفتم داخل ازی هر آن تغییراتی را که بیارین میتونین. خب این بود از فانکشن، امیدوار هستم که یاد گرفته باشین و این برنامه ما هم خوشتان اومده باشه. فانکشن دو 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 دو
برنامه بسیار ساده بود، خیلی اما تابع بسیار کارآمد، بسیار کاربرد زیاد دارد. امیدوار هستم که یاد گرفته باشید. خب ادامه میدیم و این بار میریم به طرف حلقه. خب از نام حلقه پیداست که یک چیزی که مثلا متداوم باشه، یعنی در چرخش باشه، ادامه پیدا کننده باشه. داخل برنامه نویسی پایتون هم همین قسم است. حلقه ها مثلا ما امروز میخوایم که نفس وایل کار بگیریم بدون اونتیه که وایل بگیریم. خب فقط ما میخوایم وایل براتون تشریح کنم. خب وایل قسمی است که ما یک برنامه نوشته میکنیم و این برنامه ما مثلا ادامه دار می باشه و در برنامه خود قسمی برشان تعیین می کنیم که ایده ادامه بده و یا ای که تا یک زمان ادامه بده و یا ای که استاپش کنه. مثلا ما مجموعه از اعداد نوشته می کنیم که مثلا بعد شخص نمی سازم، مثلا که با برنامه خود که امی برنامه را در اینجا استاپ کو، فقط برش میگیم که هر چی قدری که هست ادامه بدی و یا مثلا با کاندیشن یا شرط خود برش میگیم که مثلا تا به عدد 10 ادامه بدی، تا عدد 20 ادامه بدی. درست شد؟ یا ممی قسم یک شرط است. خب به خاطر ازی فقط اول باید متحول خود مشخص بسازیم با اینکه نامگذاری کنیم. مثلا من متحول خود با حرف ای میسازم. خب ایره مسایی میتونم با فعلا از عدد یک استفاده میکنیم، با یک. خب میریم از وایل استفاده میکنیم، وایلی که پیش از پیش تعیین شده است. خب وایل ما با وایلم خود فعلا مشخص نمیسازم.
خب پرنت میکنم، پرنت ما باشه، پرنت ایره دیگه باید پرنت کنم، بله ایره با ما پرنت کنم. خب ای مثبت مساوی، مثبت مس نه مساوی مثبت نه مثبت مساوی باید مثبت مساوی. ای با ای ما چی نوشته کنیم که ای مساوی میشه مثلا یک، ای جمع یک، و یا ای که نوشته کنیم که به این شکل نوشته کنیم هر دوش یکی است. قسمی که ما در درس های ابتدایی برتان یادآور شده بودم، گفته بودم که از هر دو طریق میتونیم استفاده کنیم. خب به خاطر از اینکه کوتاه‌تر میام از طریق استفاده کردم. شما هم میتونین که مثلا از این طریقی که از استفاده کنین. بی پلاس یک، خب میتونین که از این طریق هم استفاده کنین. ما فعلا هم داخل حلقه وایل هستیم و از این هم میبریم. خب پرینت کنه وقتی که رن کنیم به نظرتون فعلا چی شوه؟ خب میریم رن میکنیم، ایرور میده invalid signed text. خب من اینجا برش مشخص میسازم که ایما تا زمانی پیدا ادامه پیدا کنه که مساوی با کوچکتر از کدام عدد شوه، مثلا عدد 10 شوه. all رن میکنیم ببینیم که و ما مشخص ساخت تا از یک شروع کرد تا به 9. خود دره در بر نمیگیره، وقتی که کوچک و مساوی بتیم باز دره هم در بر میگیره. ببینین قسمی که براتون گفتم حلقه را تا زمانی ادامه داد تا زمانی که شرط ما به ما مشخص شد. خب در دفعه اولی که مثلا ما رن کرده بودم کاندیشن ها برش تعیین نساخته بودم، یعنی برش نگفته بودم که تا کجا مثلا ادامه بده. به این خاطر پایتون بر ما گفت که ساین تکسی که به تو دادی اشتباه است. خب بله نمبرز، خب نمبر هایی را که با ما داده شده بود. مثلا این حلقه خود هم میتونیم که خیلی زیاد ادامه بدیم، مثلا تا 1000، تا هر عددی که ادامه بدیم. ببینین اینجا و ما تا 1000 نشان میدن، تمام اعدادی که از 1 الی 1000 است در بر میگیرن. ما اگر برعکس بگیریم کوچک و مساوی به 10 شود، یک عدد بیخی برعکس سرچپه، ببینیم که با ما هیچ نشان نمیده. یعنی تو عدد ما نداریم که مثلا از 1 شروع کنیم تا عدد 1 بزرگتر از 10 شوه، مثلا بعد 2 هم بزرگتر از 1 هستی برعکسانی شوه، یعنی 1 بزرگتر از 2 شوه، 1 بزرگتر از 3. در این حالت با ما هیچ چیزی را نشان نمیده، یعنی که کد ما اشتباه است. کد ما اشتباه نیست البته، عملی را که ما مثلا از پایتون خواستیم که انجام بده ای اشتباه است. اما وقتی که اینجا من ایره صد بسازم و ایره هم کوچک و مساوی بسازم، در این حالت به ما نشان میده، در این حالت به ما نان استاپ میشه. ببینین که تا اعداد تا هر قدر، به خاطری که خیلی زیاد است، ببینین که تمام ازیا از این اعداد استاپ نمیشه. خب ما یک شد در حالتی که پیشتر براتون رن کردم، اعداد تمام اعداد شامل تمام اعداد صحیح میشه. قسمی که دیدین هیچ برنامه ما استاد نمیشد، همیشه در حال انجام حلقه بود و حلقه ما را برش مشخص ساخته بود نساخته بودیم. مثلا گفتیم که تا هر عددی که بود او هم اعداد بی‌نهایت شد و همون قسم
ادامه پیدا کرد. موبایل یک مثال بسیار ساده بود، بسیار ساده. مثلا ما از اعداد منفی استفاده کنیم، مثلا اعداد منفی 2 وقتی را بخواهیم رن بکنیم، ببینین که خود منفی 2 منفی 1 هم در نظر گرفت. خب همون قسم مثلا ما از منفی ده الا مثبت ده، منفی ده الا مثبت ده را میخواهیم رن کنیم، ببینیم که از منفی ده شروع کرد. خب اعداد بزرگتر منفی یعنی کوچکتر از اعداد منفی، کوچک از خودش است. مثلا که براتون بگویم منفی ده کوچکتر از منفی 9 است و می قسم و طرف با این رفتم، منفی ده، منفی 8، منفی 7، 6 و 3 و 2 و بالاخره 1 و به 0 رسیده و داخل اعداد مثبت شده. قسمی که دید یعنی ما میتونیم مثلا از این اعداد هم استفاده کنیم. در عین حال ما میتونیم مثلا از اعداد اشاری هم استفاده کنیم. مثلا من نشته میکنم 1.3 ادامه پیدا کند تا به 5 رنش میکنیم، اضافهش میکنیم. خب یادتون باشه که برتون نشان نمیده که مثلا 1.3، 1.4، 1.5 تا تمام اسم، فقط امو رنجی را که مثلا در متحول عددی ما مشخص ساختیم، مثلا 1.3 ایش برتون بعدا بعدی نشان میده مثلا 2.3، 3.3. ببینین 1.3، 2.3، 3.3، 4.3 و همچنان هم تو 8.3 و 9.3. این بود از حلقه وایل. دورستم که خوشتانو شاید. ما گفتن همانه که حلقه ها داخل برنامه نویسی پایتون از جمله موارد خیلی اساسی و خیلی پرکاربرد است که شما اگر بخواین برنامه را مکمل بخواین بنویسین، حتما و حتما از حلقه های وایل استفاده میکنین، به خاطر که بسیار کاربرد زیاد داره، هم از وایل هم از فار، از تمام از اینا استفاده حتما استفاده میکنیم، بخاطر که برنامه های بسیار پرکاربرد است و بسیار کارآمد هستند. خب ادامه میتیم و حالا من میخوایم براتون یک از حلقه وایل یک مثال کار کنم، یک مثال مثل یک بازی که دو بازیکن داره، یک بازیکن یک عدد انتخاب میکنه و بازیکن دوم مثلا برش یک چند چانس میتیم که همو عدد عدس بزنه که مثلا پلیر یکت ما کدام عدد انتخاب کرده. در این بازی از حلقه وایل استفاده میکنیم، از همچنان از درس های گذاشته ما که از اف و الز بود الف، از تمام از اینا کار میگیریم و یک برنامه که بسیار جالب و خوب و تقریبا جالب کمی کمی بسیار کم مشکل تر هم است میسازیم و امیدوار هستم که دهی برنامه ما هم اف و الز یادتان بیاید و همچنان وایل به شکل بسیار خوبترش یاد بگیریم. بسیار یک برنامه
بسیار جالب است، بسیار خوب است در عین حال. خب با این کار ما اول میخوام یک متغیر به نام عنصر بسازم. خب عنصر ما مساوی میشه، عنصر باید از پلیر یک بگیریم. به این خاطر ما از کلمه چی استفاده میکنیم؟ از کلمه انپات، یعنی که نفر پلیر وان ما برای ما باید مشخص بسازم. مثلا نوشته میکنم که پلیر وان، باز نوشته میکنم please insert your number of please insert your number و پلیر اول ما و ما نمبری که داره تعیین میکنم. حالا نمبر خود میسازم. خب بخاطر از این نمبر رو باید از نوع string بسازه. خب ما عنصر ما را به نوع string تبدیل میکنم، یعنی ای که از نوع string باید استفاده کنه. خب عنصر ما را به int چی شده؟ عنصر، بله پس می گفتم عنصر ما به نوع integer تبدیل شد. یعنی هر وقتی که عنصر استفاده کردیم، مثلا ما نباید از اعداد استفاده کنیم برش محدود ساختی، از حروف استفاده کنیم برش محدود ساختیم که از اعداد استفاده کنه شخص. خب به این خاطر ما از یک بولیان تام استفاده میکنم. نو بولیان باید به یادتان باشه که بولیان به دو بخش بود، یا ای که درست میباشه ترو و یا ای هم که فالز میباشه غلط. به این خاطر استفاده میکنم که وقتی که نفر یک عدد غلط استفاده کرد پلیر دوم ما، باید به ما نشان بده که غلط است. خب میریم با این متحول. مثلا من نوشتم میکنم اس کریک، کاملا مثل کاملا مثل مثالای گذشته ما را آوریم. اس کریک، اس کریک ما هم مساوی میشه مثلا با فالز. بله اسکریپت ما هم مساوی میشه با فالت. و یک چیز دیگه هم، مثلا ما برشان میتونم با try count مثلا که پلیر دوم ما را چند دفعه ما وقت بتیم که try کنه، یعنی چند دفعه مثلا برش فعلا خورا قیمت نمیتیم، مثلا ما از صفر start کنه. خب حال میرسیم در بخش اساسی و مهم ما. خب ما از while استفاده میکنم. معذرت ما میخوایم بازم. خب میریم داخل حلقه وایل و از طریق وایل ما حالا میریم مشخص میسازیم چقدر. مثلا خب اول ما مشخص میسازیم که چقدر داخل از این نفری که به مثلا پلیر دوی ما ترای کرده بتانه، چقدر مثلا چند دفعه دوباره کوشش کرده بتانه. خب ترای کاونت ما حساب میگیرم. خب ترای کاونت ما را کام تو مو کوچک ما سویم با چند شما، مثلا چند بار تکرار کنم، مثلا بتونه 5 بار. بله خب 5 بار مثلا باید برش محدود می سازیم که 5 بار ای بتونه ترای کده، 5 بار بتونه. و همچنان از کلمه اند و از اند استفاده می کنیم. اس کرکت، اس کرکت ما را انتخاب می کنیم و ای دفعه
همسایه و فالز. بس سکورکت تو مورا مسئله میتیم با فالز. بله سکورکت مورا فالز. فالز خب آلا فعلا داخل حلقه وایل هستیم و یک متحول دیگه به نام گس ما استفاده میکنم یا حدس. خب نفر دوم ما حدس بزنه. حدس ما مسئله به چی شوه؟ خب حدس ما هم مسئله به رزی شوه. حدس ما رو انپاد بگیره از پلیر دوم که پلیر دوم ما باید انزرت کنه، انپوت کنه. خب برای این مشخص میسازیم پلیر پلیر دو پلیر دوی ما میگه کاوس باشه پاس کرده. پلیر دوی ما پلیر دو پلیز گاز نمبر. پلیر دوی ما هم باید حدس بزنه که نمبر خود نمبری که داره حدس بزنه که چی است. خب حدسش بزنم خب اوجه یک چیز دیگه من یادم رفت باید ایره هم مشخص بسازم که input number ایره که ما میخواییم بگیریم از پلیر دو هی هم باید از نوع انتیجر باشه. خب int ایره هم داخل قوس میگیریم. بله حالا درست شد. کنم که last number این هم درست است. کنم که مشکل فعلا مشکل نداریم. خب در این صورت ما دوباره از کلمه اف استفاده میکنیم از شرط اف. خب در صورتی که حدس ما یعنی حدس ما equal یعنی مساوی بر از چی شد؟ مساوی بر چی شد؟ مساوی بر عنصر ما شد. مساوی بر عنصر ما شد. خب دقت کنین که فعلا داخل اف شدیم از حلقه وایل. اف داخل حلقه وایل است و بعد از این هم که اف اینجا دوباره داخل از این هستیم و پرینت میکنیم. پرینت میکنیم چی؟ خب پرینت میکنیم که اگر مساوی به ای شد نوشته کنه با ما که پلیر دو پلیر دو دو پلیر دو یو وان شما پلیر دو شما برنده شدین. برش بگویه که شما برنده شدین. خب دوباره از حلقه F می برایم الف. بله الف و یا در غیر از او اگر حدس پلیر دوم ما خب گس ما کوچک شد، گس ما کوچکتر از انصار شد، خب کوچکتر از انصار شد، در این صورت با ما پرینت کنه، در این صورت با ما پرینت کنه، your guess is greater، درست؟ یعنی حدس شما بزرگتر است، your guess is greater. Your guess is greater than answer. خب حدس شما بزرگتر از چی است؟ جواب است. خب اینجا برش یک چیز دیگه هم برش میتونیم مثلا try count ما را یکی اضافه کنه.
پلاس مساوی با یک. یعنی که یک بار نفر ما، یک بار همی پلیر دوی ما ترای کرده. خب دوباره از الف میبراییم و به شرط آخری ما میرسیم به شرط الز. در غیر از این که مثلا ای مشخصات به ما نداشت، باز چی کنه؟ با ما پرینت کنه آخرین شرطی که برش میتیم. Your guesses your guesses smaller. حالا دومی دیگه کوچکتر میشه. Smaller than smaller than answer. Your guesses smaller than answer. خب اینجا هم یک try count برش اضافه میکنیم. اینجا هم باید که مثبت مساوی به یک، یعنی یکی دیگه هم علاوه کنه. خب میبریم مکمل از حلقه وایل بیخی خارج میشیم. در غیر از اون صورت با ما در غیر از اون صورت اسکریکت ما ایجا را ببینیم که فالز برش مشخص کرده بودیم. خب اسکریکت ببینیم که یعنی در غیر از این شرطایی که ما برشان دادیم، اگر این صورت نبود باید با ما اسکریکت ما مساوی میشه و فالز. در این صورت با ما باید پرنت کنه، با ما پرنت کنه پلیر 2 لاست، ما باختین. در این صورت به ما نشان بده که پلیر دوم ما باخته. پلیر دوم ما از دست داد دیگه. اینجا چانس خود از دست داد و باخت. خب میریم برنامه خود را رن میکنیم. فکر کنم که آل مشکل میگیره. بله یا. چرا؟ اینجا مشکل گرفت. خب دوستان من مشکل برنامه خود پیدا کردم. فقط همین که مشکل مایی بود که اینجا بجای از این که از انتیجر استفاده کنیم، من از این پاد داده بودم یک ایرور تمام کود ما را فلس کرد. خب اینجا نوشه انتیجر میگیریم. خب current file میریم run میکنیم. بله ران کردیم. خب پلیر اول ما را میگه بگو نمبرت که نمبرت چند است. مثلا من میگم که نمبر انتخاب میکنم که 50. بریم که 50. پلیر دو را ازش میخواهی که نمبر خود اضافه کو. پلیر دو حدس میزنه که نفر اول چی انتخاب کرده باشه. در فکرش میگه مثلا نوشته میکنه که 24. ببینیم 24 انتخاب کرده یا نه. ولی سیستم ما میگه که عدد 24 your guess is smaller than answer. حدس شما کوچکتر از جواب است. خب میگه کی کوچکتر است میره عدد بزرگتر انتخاب میکنه. مثلا میره انتخاب میکنه که 30 انتخاب میکنه. 35 انتخاب میکنه. ببینیم که 35 است بازم میگه برش اسمالت. میره به طرف 60 میره. 60 انتخاب میکنه. ببینیم که 60 هم میگه your answer is greater. خب ایجا میه 45 انتخاب میکنه. ببینیم که باز هم اسمالر. خب میره مثلا 50 را ایدف انتخاب میکنه. انصر میکنه. You won. شما برنده شدید. یعنی که عدد 50 را پیدا کردین. خب من دوباره رن میکنم. مثلا من عدد 67 انتخاب میکنم. نفر میگیره که حدس اولش 23 است. حدس دومش مثلا 45 است. باز هم اسمالر. مثلا این بار بزرگتر انتخاب بدون از اینکه نمبر انتخاب کنم. من 77 انتخاب میکنم. نفر حدس میزنه 23. حدس دومش از اولش کوچکتر از حد دومش هم مثلا حدس میزنه 30.
همین فرم چی شد امروز؟ خب بر صورت 77 تر میکنه، حدس میزنه مثلا که 12، 12 میگه کوچکتر است، مثلا حدس میزنه که 34 کوچکتر است، حدس میزنه که 56 کوچکتر است، حدس میزنه که 66 بازم کوچکتر است، و حدس میزنه که 70 بازم 70 کوچکتر است. این حدس آخرین حدسش بود، یعنی بعد از این نمیتونه که خلاص میکنه. به خاطر چی؟ از این که ما برش مشخص ساخته بودیم داخل کد ما که ترای کاونت ما تا 5 باشه، یعنی از 5 اضافه نتونه ای آدم انتخاب کرده، یعنی از 5 بار کوشش نباید اضافه تر بکنه. ببینین وقتی که ما اینجا 5 بار کوشش کردیم، کوش اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم، سیستم اتومات به ما گفت که شما باختین، بخاطر از اینکه هم تعداد دفعاتی را که ما برش مشخص ساخته بودیم تکمیل شد. خب دوباره میریم رن میکنیم، سی 34، 12 23 کوچکتر، 40 بزرگتر، و در بین خب سی را هم انتخاب میکنم ببینیم، سی سمالر، بین سی تا 40، خب 34 انتخاب میکنیم، برنده. ببینین ایم شد از این برنامه ما. خیلی یک برنامه که بسیار جالب بود، بسیار خوبش بود، همچنان بسیار فوق العاده مفید هستی که شما میتونین درس های گذشته ما را هم توسط از این بیاد بیارین، و همچنان میتونین مثلا F, Else, LF, While، تمام از اینا داخل یک برنامه شد، داخل یک پروگرام از طریقشان ساختیم دیگه، ازشان یک برنامه ساختیم و ببینین که چقدر خوبتر بود. خب دوستا این بود برنامه امروزی ما، امیدوارستم که خوشتان آمده باشه و انشالله که ازش چیزی آموخته باشین. یک جوان تشکر، سلامت باشین. خیلی سپاسگزار هستم از کسایی که تاییدم برنامه بودن و با ما بودن و بیننده برنامه ما بودن. امیدوار هستم که از این برنامه ای که ما برتان امروز ساختیم، از این ویدیویی که امروز ساختیم، چیزی را یاد گرفته باشین و برتان خوش آمد و خوش آمد باشه. لطفا دوست عزیز چینل ما را سابسکرایب کنین و همچنان میتونین که برنامه های گیمینگ ما را هم تعقیب کنین که ما روزانه لایف استریم داریم و همچنان ویدیوهای شارت که اپلود میکنیم و حمایتتان ضرورت داریم دیگه. فعلا وقتتان خوش، ایام به کامتان باد، خداوند یار و یار همیشگیتان باد. بدرود.